پهلوی که به دستور رضا شاه کبیر ساخته شده زیر نظر سراج‌الدین جواهرساز مشهور که پس از انقلاب روسیه به ایران آمده بود. این جواهرساز در دنیا بی‌نظیر بوده و از نظر ذوق و سلیقه سرآمد جواهرسازان زمان خود بوده است. در ساختن این تاج عده زیادی از جواهرسازان معروف با او همکاری داشتند و این دریای نوره که شکوه منترین الماس قرون اعصاره. این الماس مشهور 85 میلیون دلار ارزش داره. تاج شهبانو آخرین کلام و نمودار عالی ترین پیشرفت در صنعت جواهرسازی و جواب جواهرسازان قرن بیستم به سراج‌الدین. این شمشیر نادرشاه بزرگ فاتح هندوستانه. دانه های الماسی که روی جلد شمشیرش میبینید نمونه ایست از جواهرات بیشماری که از هند با خود برمغان آورد. پرهای رنگارنگ طاووس با آن همه زیبایی در برابر تخت طاووس با شکوه ایران رنگ پریده به نظر میآید. در ساختمان این تخت خیره کننده 27 هزار قطعه جواهر به کار رفته که تمامی آنان را به روی زمینی از طلا نصب کرده. زمین است. شاهزادگان در موقع درس جغرافیا از این استفاده می کردن. در ساختن این کره جواهر نشان 27 کیلو طلای ناب و 51 هزار قطعه جواهر به کار رفته است
تمام دریاها با زمرد، خشکی‌ها با یاقوت و کشور ایران و انگلستان با الماس مشخص شده. جواهرات بیشمار دیگر، شمشیرهای سلطنتی، تاج مرصع، گردنبند ملکه مادر، یاقوت و باز هم یاقوت. و در پشت این ویترین شیشه‌ای جواهرات بیشمار دیگری وجود دارد. بزرگترین زمرد جهان است. به موجب یکی از افسانه‌ها از سوراخی که ملاحظه می‌کنید، رشته‌ای از مروارید غلطان رد کرده بودند تا بتوانند آن را به عنوان زیباترین وسایل تزئینی لطفاً یه دفعه چهره را تمام کنید. میشه 50 ریال؟ شاید در هر بازدیدی عده‌ای به این فکر بیفتند که آیا ممکن مشتی از این جواهرات گران قیمت را بردارند. ولی باید توجه داشته باشید که بانک از لحاظ ایمنی و محافظت این گنجینه گرانبها تمام اقدامات احتیاطی رو به عمل آورد. چیزی دیگه این هست، تمام درها به طور اتوماتیک باز و بسته میشن و به وسیله چشم الکترونیکی تمام قسمت‌ها کنترل میشن. حالا همتون گوش کنید. بی سر و صدا فوراً همه کف سالن دراز بکشن. خود باشید، عجله کنید. ببخشید چی گفتید؟ پایین، دراز بکشید. سایرهی که در خزانه جواهر دستگیر شدند اعتراف کامل گرفته است. دختر متصدی فروش دفترچه راهنما مشخصات کامل رئیس باند را در اختیار پلیس گذارده. او گفته است که رئیس باند مرد بسیار خونسرد و در ضمن خوشتیپی بوده است. میتواند به خونسردی او در فرارش مؤثر بوده. آره، دخترک بد چیزی نبود. آره، نمیدونم مایک بیچاره چه برای سرش اومده. اگه فرار کرده باشه تو شیراز به ما ملحق میشه. اسم اصلیش چی بود؟ برای ما چه فرقی میکنه؟ فعلا مایک صداش میکنه. آره، باید از سرم بپری پایی. چشماتو ببند و بپر. باشه، یاد روزی که تو لونه رو با قایم شده بودیم افتادم. تکس یادم بنداز، اصلا خوشم نمیاد. ها، روز بخیر آقایون. روز بخیر. آیون، در شأن من نیست که اظهار نظر بکنم، ولی برای پیاده روی واقعا روز گرمیه، نه؟ بله، خیلی گرمه. از راه دور اومدین؟ خیلی هم دور. جوونی، کجایی که یادت بخیر؟ فقط میتونم حد بزنم که آقایون احتیاج به یک وسیله نقلیه دارم. ای، در همین حدوده. اسم من جان اسمیته و اسم دوستم هم جونز، پیتر جونز. آقای اسمیت و آقای جونز. آقای جونز و آقای اسمیت، از آشناییتون فوق العاده خوشبختم. منم بارون کارل فون بیت هافن. شما آمریکایی و شما تصور میکنم انگلیسی، اینطور نیست؟ اگر از آقایون فوق العاده محترم سوال کنم علتش چیه که یک آمریکایی و یک انگلیسی برای رفتن به شیراز این راه مفتوکه را انتخاب کردن، حمل بر فضولی نمیکنی؟ علتش سیاحت با جیب خالیه. آه، پس آقایون آسوپاس تشریف دارن.
مسافرت دانش رو زیاد میکنه و صرفه‌جویی موجودی بانکی رو. طبعا یه مسافر بدون پول امنیت بیشتری داره. منظورتون چیه؟ وقتی چیزی همراهت نباشه چیزی ازت به سرقت نمیره. نگرانی شما علتش داشتن چیزیه؟ او نه، تا وقتی در معیت شما هستم هیچ گونه نگرانی ندارم. میدونید تنها مسافرت کردن همیشه یه خورده خطرناکه، چون باعث وسوسه اشخاص ناباب میشه. راستی باور میکنید اگر بگم همین دیروز سارقین میخواستن به جواهرات سلطنتی دست برد بزنن؟ واقعا چه عمل احمقانه ای؟ آره، ولی جنایتکاران همیشه موفقیت رو در نظر میگیرن. خب آقایون، در خدمتم. با اجازه آقایون این چمدون کوچولو و چترمو میذارم جلو. توی این کیف مدارک مهمیه، مدارک تجارتی. من برای انجام یک معامله مهم تجارتی عازم شیراز هستم. آقایون این شهر زیبا رو دیدند؟ نه. شیراز بهشت گل سرخ و بلبله، مرکز فرهنگ بزرگ و مسحور کنندهیه، ایدئال کسانیه که میخوان استراحت کنند. صبح بخیر. اسم جناب علی؟ جورج یا راستی. عازمه کجا هستید؟ من کارگر ساختمانی هم و تو آبادان کار میکنم. ما دنبال این شخص میگردیم. شما اونو ندیدین؟ نه. لطفا هر جا دیدینش فورا به پلیس خبر بدین. متشکرم. خواهش میکنم. صبح بخیر. سوار میشی؟ کجا داری میری؟ پلیس امروز صبح راجع به تو تحقیق میکرد. ممکنه بگی اسم چیه؟ جهان. اسم من جورجیوس. از آشنایید خوشبختم. وسط را مارو سوار کرد. قبل از اینکه پیادمون کنه اصرار داشت شیراز رو بهمون نشون بده. تو زحمت افتادی؟ یه خورده. میتونی یه جایی راحتی واسه خوابیدنمون گیر بیاری؟ جایی آرومو دنچی؟ تا دلت بخواد. هتل علایالدین پلاس. باید جایی مجللی باشه. بهتر یه دیدی بزن.
شنیده خیلی آسان‌تر میشه کار کرد. چطور هواپیما یه چیزی سواشیم بریم اونجا؟ آره، مخصوصا آقا سلامتی. انگار شانس داره در میزنه. خدا کنه اینجا جایی واسه خوابیدن پیدا بشه. خدا کنه. مایکل، کلک و سوال. رنی، تو هم هواشو داشته باش. بشه. اینجا این قیمتا نمیارزه. اگه کمتر از 5 تومن میدیم میمونیم. نه داداشم. نه که نه. برو بریم. مالدیزیونه. چی گفتی؟ هیچ. چی شده؟ نمیدونم. اگه گفتی لامصب صاحب چه شده؟ من چه میدونم؟ ممکنه بگین چرا اینقدر گفته شده این؟ این ابو قرازه اطفار در آورده. شاید ما بتونیم رو براش کنیم. آخه اون رفیق من یه مکانیک درجه یکه. اون مشکیه رو میگی؟ آره. ما این چنگولکش کنم اینیم. اون وقته که من آدم حسابی بودم یه جیب داشتم، به موتورش خیلی واردم. تا شما یه گلاس ودکا بزنین نابغه زمان درستش میکنه. بفرمایید. بعدم نمیگی. لابد امشب اینجا میمونیم تو این دخمه؟ سینیوره، حتما شوخی میکنیم. نفری 5 تومن بدیم تو اون سوراخی بخوابیم. اگه زیر درخت بخوابیم راحت تریم. معلومه. نه، حق با شماست. راستش خودم تو همین فکر بودم. نه، اینجور جاها با شخصیت ما جور در نمیاد. ما اینیم رفقا. ماما میو، ما چه آدم های خوششانسی هستیم. موقعی که احتیاج به یه مکانیک داشتیم یه نابغه به طور مخورد. آجونم به آبه برمونه دست رفیق. متشکرم سینیور، شما به داد ما رسیدیم. بخوریم به خاطر این آشنایی. سلامتی. راستی گفتی اسمت چیه؟ هنوز چیزی نگفتم. نه، اسم من تکسه، اینم رانیه، مکانیک نابغه، اونم مایک. من جهانم، اونم جورجیو. از آشناییتون خوشبختم. برمونه تو. گفتی کجا میخواییم بریم؟ به طرف جنوب. راستش من پیشنهاد بهتری براتون دارم. گوش کنین. سلام بارون. سلام. کار رفیق قدیمی هم چطور؟ در حقیقت باید بگم عالیه. اینطور که معلومه ماشین تو با این الاغ خوشگل تاخت زدی. تاخت که چه عرض کنم، راستش بی احتیاطی من در پارکینگ باعث شد که پلیس اتومبیل خوشگل و راحت منو توقیف کنه و برگردونه به صاحب اصلیش. ولی چون خود من در اون لحظه حضور نداشتم نمیتونم این مطلبو تایید کنم. خب این الاغم بله. نه 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 نه، من این دوست زبون بسته رو در یه بازی شانسی بودم. خوشبختانه در اون بازی من تنها نبودم، خیلی شرکت کرده بودم. آها. واسه اون معامله مهم تجارتتون به کجا رسید؟ اوه، اون به نحو کاملا رضایت بخشی انجام شد و الانم تمام مدارک لازم امضا شده و مهرموم شده اینجا. چه مدارک جالبی. آیا اون از من به شما نصیحت از این به بعد به هیچ کیفی اعتماد نکنید. خب باران، بقیده من تو با موفقیت کامل در امتحاناتت قبول شدی. بیا بالا کارنامه‌ت بگیر. بیا. متشکرم. افید از اون حیوان. دانکیش.
این بود آخرین گزارشی که مخبر خبرگزاری پارس به تهران مخابره کرده بود. و حالا توجه شما را به این خبر مهم جلب می‌کنیم. طبق گزارشی که همکنون به دست ما رسیده، سارقین ناموفق جواهرات صنعتی ناامیدانه به طرف جنوب در حال فرار هستند. به مأمورین انتظامی دستور داده شده است که هرچه زودتر تبهکاران را دستگیر و برای بازرسی به مرکز اعزام دارند. ای، پشت سر تو نگاه نکن. پلیس. خیلی مواظب باش. ساکته. آره، چی فکر میکنی؟ به نظر من بد جایی نیست. هر جور جایی باشه مهم نیست، فقط کافیه یه خورده استراحت کنیم. حتما اونجا یه پاسگاه ژاندارمری داره. خیلی خوب، فرض کن داشته باشه. ما چه میدونن ما کی هستیم؟ بقیده من بهتر از فرصت استفاده کنیم و تا تردیدی پیش نیومده از رفتن به اینجا حسن استقبال کنیم. یه تعظیمم تشنیش کن برام. Thank you.
جهان. اینکه اینجا کارو یه نفر ساخته شده، چون من بوی مرگو حس میکنم. چه برای سر اهالی اینجا اومده؟ وقتی گربه دنبش رو جا میذاره بدون که خیلی عجله داشته. شاید ترس از بابایی چیزی مردم رو فراری داده. مردانه روزهای دوشنبه و چهارشنبه، زنانه روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه. خوبه، مردم اینجا هر کجا میخوان رفته باشن، ولی فعلا ما یه چیزی دستگیرمون شد. زنای اینجا بیشتر از مرداشون هموم میکنن. توران همومو دید بزنین، با دوتا مسجدو. بیا برو. هنوز گرمه. واقعا خیلی عجیبه. شنیده بودم کشتی به تخلیه میکنن و میرم، ولی یه ده رو نشنیده بودم. یکی دو ساعت پیش زنده بوده. انگار سردسته چیزی بوده. کیک! جهان! بیه نیچا! قسم میخورم یه صدایی شنیدم. انگار دو نفر با هم حرف میزدن. صدا از اونجا میومد. پاسکال ژاندارمریه. اینجا فقط یه اتاق خوابه. شما کی هستید؟ من خیال کردم اونا دوباره برگشتن. کیا؟ راه زنا؟ چجوری میشه شما را از اینجا بیارم بیرون؟ کلید لازم داره. راه بایسی. موضوع چی سرکنم؟ سربازا رئیس راهزنا رو دستگیر کردم. اسمش مراد بود و امروز صبح وسط میدون ده دارش زدم. شما رو کی به این روز انداخته؟ راهزنا. بعد از اینکه سربازا رفتن، راهزنا از تپه ها ریختن اینجا به سرکردگی نظر؟ اون رئیس جدید راهزناست. اومده بودن که جسد مراد رو بگیرن، ولی سربازا اونو با خودشون برده بودن. بهتره داستانتون رو اصلاح کنی، چون جسد تو مسجده. تو مسجده؟ الان؟ همین الان. آخه مادرش جسد از دار پایین آورد، حالا بود اونو مخفی کرده تا اینکه راهزنا بذارن و برن.
اونا جسد میخوان چیکار؟ کی میدونه؟ اصولا اونا خیلی خرافاتی هن. اهالی این دهکده همیشه با خوف و وحشت از اونا زندگی کردن. شما دو نفر کی هستی؟ اسم من احمد آقایون، رئیس ژاندارمری این ناحیه، و اینم دخترم شیرینه. دکتر خانم، اجازه میدید تجربیات ناچیز خودم رو در زمینه کمک های اولیه در اختیارتون بگذارم؟ گوانم افتاده باشیم تو اچهان. چه جورم؟ حقش بود سربازا کارو تموم میکردن. اونا باید نظرم مثل یه سگ هار میکشتن. تا وقتی مراد زنده بود لااقل اهالی اینجا در امان بودن. ولی حالا با بودن اون آدم کش بیره دیگه هیچ وقت. خب حالا چرا اینجا موندین؟ چرا همراهی من نمیین؟ من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ وظیفه اینطور به من حکم میکنه. من یه ایرانیم و اهالی اینجا هم هموطنای منم. شیرین تو با اینا برو. اگه از کشته شدن خوشتون میاد مانعی نداره. ولی چند نفر از اون را میکشیم، بهتون قول میدیم. امیدوارم اینطور باشه. جهان را بیفت. نه. چی را نه؟ مگه دیوونه شدی پسر؟ منم ایرانیم. جورجیو، متشکرم که منو رسوندی. خیر خوب، به امید دیدار رفیق. کده خوشگلی بود نه؟ آره. شاید اگه اونجا میموندیم یه چیزی گیرمون میومد. رئیس ژاندارمری گفت مراد قبل از مرگ جوارتش یه جایی قایم کرده. ما داریم از یه ماجرا فرار. Thank you.
این کی؟ بیچاره. یکی از دخترای این دهکده است. در تمام این مدت قایم شده بود و میترسید بیاد بیرون. راهزنای نظر عدشون چند نفره؟ تو میدونی؟ 70-80 شایدم 100 نفر. قابی 3 نفرشون. حالا باید منتظر بقیهشون باشیم. بالاخره تصمیم نگرفتی خودتو تسلیم کنی نظر؟ قسم میخورم روزی برسه که همونجا دارت بزنم. این دار برای گردن من کوچیکه. چی میخوای نظر؟ جسد مرادو. جسد اون پیش من نیست. دروغ میگی. جسد مراد متعلق به مادرشه. اونو کنار اجدادش دفن کردن. ولی اجداد اون تفنگ دستشون نیست. محافظین تو کیا هستن؟ خارجی ها؟ شما حاضرین به خاطر یه همچه آدمی کشته بشین؟ آدمای من این دهکده رو محاصره کردن. اگه همین الان برین دستور میدم نکشنتون. اینو بهتون قول میدم. قول تو بی ارزشه. جسدو بده من. به هم میرسیم. این خط این نشون. طوری شدی؟ نه. جسد مراد برای اونا چرا اینقدر اهمیت داره؟ نمیدونم. شاید برای اینکه بتونه رسما رئیس بشه باید جسد رو به راهزنانشون بده. اونا قبل از غروب بازم میان. یعنی بهمون حمله میکنه؟ نه خیال نمیکنم. اون جرباز این کارو نداره. ممکنه چند نفر بفرسته که تو دل ما رو خالی کنه. ولی ما از اختشون برمیایم. بریم. بریم. تشییع جنازه مراد رئیس مختدر راهزن فقط یه نفر شرکت کرده. اونم مادر بیچاره‌ش.
درست شد؟ نه غیر ممکنه. دوستم. یعنی نمیخوای به من بگی ران؟ والا چیزی که گفتنی باشه ندارم، چون دائم در حرکت بودیم، گاهی گرفتار میشدیم و گاهی نجات پیدا میکردیم. متاسفانه هنوز نتونستم دست خودم رو جایی بند کنم. متشکرم که برگشتیم به ما کمک کنی. چی مرتب خیال راحت باشیم. بارا بارا بریم. وقتی کارا تموم شد تو از اینجا میری؟ ممکنه. دلم میخواد تو اینجا بمونی جهان. با گلوله ازشون استقبال میکنیم. بقیده من با موندن در اینجا در این وقت عزیزمون رو حروم میکنیم. کاملا درسته، ولی باید مواظب باشیم خون عزیزمون بی خودی حروم نشه. دوست من، یه وقتی از این کارا لذت میبردم، ولی حالا میبینم که موقعیت به طور خطرناکی مسخره به نظر میاد. بعضی اوقات از خودم میپرسم چرا خودم رو تو این تله گیر انداختم، در صورتی که در اینجور مواقع خیلی زرنگ و باهوش بودم. میدونی چیه برام؟ من تا حالا آدم نکشتم. آسونه، هدف میگیری و ماشه رو میکشی. اگه رو شانس باشی بقیه کار خود و گلوله انجام میده، به همین سادگی. پس تو قبلا آدم کشتی؟ آره، ولی تو جنگ. قتل هم چی؟ دوست عزیز، تنها کسی رو که عمدن به قتل رسوندم موجودیه که الان جلوت وایساده. عبور از مرز قانون در حقیقت کشتن شخصیت و موجودیت یه فرده. Thank you.
سگ. سگ. خیلی خب، من سگم. باشه، تو کی هستی؟ همه میدونن من کی هستم. ولی من نمیدونم. من زن مراد هستم. مراد مرده، ولی من هنوز زن اونم. اگه باش قراری داری بهتره که بیل دست پر کنی. تو یه آمریکایی واقعی هستی. خیلی خب باشه، پس تو چی هستی؟ من زنیم، بذار برم بلم کن. چجوری وارد دهکده شدی؟ از راه مخفی. اونا میرا رو بلدن؟ من جز به راه زنه نیستم. بعضی وقتا پیش مراد میمونم، بعضی وقتا هم تو دهکده. یعنی بستگی به میل خودم داره. اولیه دهکده چی؟ اونا چطور این وضع رو تحمل میکنن؟ ناچارن، از ترس مراد. ولی اونی که مرده؟ راستی رئیس جدید علاوه بر مقام وارث تو هم شده ها؟ نظر اون خیال میکنه که میتونه. تونسته؟ هنوز نه. میتونه. باید لیاقتشو ثابت کنی. چجوری؟ با بردن جسد مراد پیش راهزنه. اگه نتونه چی؟ اون مخونه میکشنش و بعدش پراکنده میشن و میره. انگار زیاد به نظر امیدوار نیستی. نظر مراد نمیشه. مرادم که مرده. برای من چایی پیدا میشه. تکس تو پایینی؟ آره من اینجام. بیا بازاری خانم آشناشی. این از کجا پیدا کردی؟ هست تو این حوز. شما چیکار کردی؟ هیچی، ما که نگهبان گذاشتیم. رئیس میگه اونا این موقع شب بساطشون رو پهن میکنن و میخوابن. ببینم این تو حوز چیکار میکرد؟ داشت پشت منو لیفت میزد. رئیس شما اینو میشناسه این؟ کیه که نشناسدش؟ این رقاصه یه که مراد از توی یکی از کابارهای تهران آوردتش اینجا. پس رقاصه هست ها؟ با برنامه های مخصوص؟ این حرفتو باور میکنم. فکر میکنیم بشه بهش اعتماد کرد؟ حالا باید موضوع به عکس شده باشه. بعد از کشته شدن مراد اون باید به ما اعتماد کنه. ران بهتره تو هم بری با مایک نگهبانی بدی. منم دنباله میرم تا اگه یه وقت خواستم گلوی قشنگش رو پخ پخ کنم بدونم کجاست. امتحانش ضرری نداره. بپشون خودتو دل. بفرمین بانو، بفرمین. دیگه کیه؟ کت خداست. از شما تصمیم گرفتیم برگردیم. وظیفه به من اینطور حکم میکنه. من کت خدای اینجا هستم. حتی نظر راهزنم به اهمیت مقام من احترام میگذاره. راستی؟ بله کاملا. اگه واقعا اینطوره همین الان از اهمیت مقامتون استفاده کنید، چون من به تمام کسانی که میتونن اسلحه دستشون بگیرن احتیاج دارم. چه؟ شما؟ حاضرم قسم بخورم سرکار، من نمیدونستم راهزنا بین دهاتی هستن. کت خدا، اهمیت مقام شما کار قضاوتتون رو لنگ میکنه. بعد از این دیگه هیچ وقت مزاحم کار من نشو. بهتره ببریمش تو. یعنی خوب میشه؟ چرا که نشم؟ اون دلی یه شیر داره. باران، وجود تو پر از استعدادهای نهفته است. در جنگ گذشته من افتخار اقامت در یکی از بازداشتگاه‌های شما رو داشتم. اونجا در نتیجه کار تو بیمارستان بازداشتگاه تونستم مختصر معلوماتی کسب کنم. معذالک رئیس احتیاج به یک متخصص دارم. بگید ببینم
بقیده شما ما باید منتظر چه وقایعی باشیم؟ ما برگشتیم اینجا که بجنگیم و همین کارم میکنیم. بذار یه چیزی بهت بگم برو، خیلی دلم میخواد دستم به اون چش خمار بد جنس نظر برسه. منم همینطور. به سلامتی. سلامتی. زودی اومدی گلمو پخ پخ کنی؟ تو کجا بودی؟ تو همیشه اینطور بدون دعوت وارد خونه این مردم میشی؟ رفته بودی پیش نظر؟ نظر؟ کجا؟ تو زیر زمین؟ فکر کرده اونه مثل خیلی که پنیر تو زیر زمین قیم کردم که نگنده؟ خیلی وقت منتظر برگشتتم. اگه تو واقعا میدونی موضوع چیه و چی کار دارن میکنن، چرا یه اقدام جدی نمی کنی؟ اگه بیست که دوست نداری اینجا وزکا هست. میدونی مراد در انگلیس تحصیل کرده بود، به چیزایی رویایی خیلی علاقه داشت و به زنا. اون منو با تمام وجودش دوست داشت. و تو با یه راهزن خوشبخت بودی؟ میدونی اون واقعا یه مرد بود. بذار یه چیزی بهت بگم، در این قسمت از دنیا جایی هست که یه زن برخصیده نمیتونه شکمش رو سیر کنه. برای همینم مراد و این کوهستان بر من خوشایند بودن. و حالا نوبت نظره. کافیه بهت یه اشاره کنه تا تو بری طرفش. آخه من از جای دیگه اشاره ای نمیبینم. خب رئیس جندرمریم که مرد؟ نه، خوب میشه، دوباره مثل شیر میگرده. میتونی برگردی و به نظر این خبر بدی. من برای نظر جاسوسی نمی کنم. پس اومدی اینجا چیکار کنی؟ من اومدم دنباله چیزی که مال خودمی مراد خور داده بود. چی هست؟ گردم بندی. چی؟ چیزی که مراد همیشه به گردنش میداخت. آه پس بذار روشنت کنم، اگه واقعا اون گردم بندو میخوای باید بری نفش قبر کنی. این کار از من ساخته نیست. اونا معتقدن اگه کسی این کارو بکنه برای همیشه گرفتار لعن و نفرین میشه. اعتقادات اونا چه اهمیتی برای تو داره؟ آه انگار تو متوجه نیستی. اون وقت نظر افرادش به من به چشمه بیدین نگاه میکنن. ناچارم به معتقداتشون احترام بذارم. بس کن، بس تو حساب همه چی رو داری ها؟ نه همیشه. کارو بر من بکن، کلی جواهر و پول تو کاری. حاضرم تو رو هم سهیم کنم، باور کن. خوب گوشاتو وا کن. شاید من آدم سر برایی نباشم، ولی یه دوست گورچن نیستم. اگه یه وقت ببینم با اون قبل داری بر میری، دیگه گلوتو پخ پخ نمی کنم، ورچه تو رو هم زنده زنده کنار اون دفن می کنم. آره حق با شماست، ما باید دست به کار بشیم. رفتن از اون جاده صحرایی فکر بسیار خوبیه. 110 کیلومتره. نزدیک آفتاب غروب کنه. اگه شانس یاری کنه ساعت 6:30 میرسیم به پاسگاه و با سربازا برمیگردیم. برون، ممکنه رئیس احتیاج به کمک داشته باشه. ران و جازجی و تو اینجا میمونی. خیلی خوب. جهان و مایکم با من میاد. باشه. شما یه راهنما میخواین؟ من میتونم راهنمایی کنم. نه، تو نمیتونی. چون خطر خیلی زیاده. بهتره تو بمونی از پدرت راستاری کنی. شاید من بتونم یه آدم محلی رو پیدا کنم که ما رو راهنمایی کنه. این کسی که تیراندازی هم بدونه ها؟ معلومه. اگه تو پاسگاه بپرسن شما کی هستین چه؟ برام امیدوارم یه خود از اونه یای تو به من سرایت کرده باشه. بریم بچه ها. من یه نفره میخوام که راه پاسگاه نظامی رو خوب بدونه. من. تو زن داری؟ بله، زنم اونجا نشسته قربان. نه، تو بشین. تو چی؟ من هنوز عروسی نکردم آقا.
ببینم میتونی از این خوب استفاده کنی؟ میتونی ببینی قربان. برگر بده کده فهمیدمش خیلی ساده است چون رئیس پاسکا به شدت زخمی شده بود طبعا من فرماندهی اینجا رو به دست گرفتم به عنوان یک چت خدا وظیفه دارم اهالی رو در مقابل راهزنا محافظت بکنم کاملا متوجه شدم اینا دیگه کیم؟ اینا تصادفاً اونا به کمک ما اومدن ستوان من دختر رئیس پاسکا هستم پدرم باید هرچی زودتر به بیمارستان منتقل بشه از این بابت ناراحت نباشید ارتش ترتیبش داده تا یه ساعت دیگه کمک‌های لازم میرسه این خبر باعث راحتی خیال ما شد خواهش میکنم بفرمایید تو ستوان بیاین بارون به محافظین دهکده بگو به حال آماده باش در بیان تا افراد ارتش وارد اینجا نشن هیچ کس امنیت نداره رانی تو هم به سایرین همین خبر باشه جورجیو تو هم جیپو روشن نگهدار چون ممکنه مجبور بشیم اینجا رو ترک کنیم ما سه تا میریم تو تا ببینیم اوضاع در چه حاله تبریک میگم کت خدا همه چیز منظمه متشکرم مهمات چقدر دارید؟ به اندازه کافی ما میتونستیم مقاومت کنیم ولی غافلگیر شدیم حالا اون کجاست؟ پدر من تو اتاق خوابه بفرمایید از این طرف حالا نه متشکرم ما باید کاملا مواظب باشیم تا راهزنا نتونن جسد مراد سرقت کنن ما اینجا اومدیم جسد رو با خودمون ببریم چرا؟ به من دستور داده شده سربازا با نبردن جسد مراد اشتباه بزرگی مرتکب شدن ببخشید این درست متوجه نشدم به عنوان یک فرد خارجی بدون شک طرز تفکر راهزنا برای شما قابل درک نیست جسد رئیس اونا باید در اختیار خودشون باشه چون معتقدن اون جسد بهشون قدرت میده تا به کارشون ادامه بدن ولی جسد دفن شده مجبوریم نقشه قبل کنیم
تو از کجا فهمیدی که طرف قلابیه؟ از همون جایی که تو فهمیدی جهان. این لباس یه مرده رو پوشیده، جای تیر به خوبی معلومه. آره. فعلا باید اینا رو بندازیم زندان و بعد به بقیه کارمون برسیم. خیلی خوب. شیرین به بالون بگو بیاد اینجا کارش دارم. باشه. الا این که خامه. خب معلومه. خب حالا باید چی کارش کرد؟ بشین روش. شما خارجی در یاد گرفتن آداب و رسوم ما خیلی کندی. گویی اینکه گاهی آداب و رسوم ما یه خورده قراقاتی میشه. یعنی اون چی که منظورمونه نمیگیم و یا اون چی که میگیم منظورمون نیست. ولی شما خارجی اون چی که منظورتونه به زبون میارین نه؟ نه همیشه. اون دیگه چیه؟ سماق. سماق؟ سماق یه نوع ادویه ایرانیه. بعضی معتقدن که در مردای حاشیه نشین خیلی موثره. بارکلا سماق. وقتی چلو کبابتو خوردی بیا اینجا تا یه چیز درباره یه دسر ایرانی یادت بدم. خب بل خیال میکنم بهتر نگهبانی در بزرگر من به عهده بگیرم تکس، چون ظاهرا امروز تو درس آشپزی ایرانی داری. آه متشکرم رفیق، یه روزی هم من تلافیشو در میارم. ممکنه کار هر دوشون باشه. نظر صاحب جسد شد، دخترم صاحب جواهرات. آه پس حالا دیگه اون واقعا رئیس. ما باید زودتر ضربمونو بزنیم. چجوری میخوای پیداشون کنی؟ اون یارو قلابیه که خودش افسر معرفی میکرد یادته؟ زندونیه، راهو نشون میده. یالا بگو ببینم جواهرات کجاست. حتی اگه میدونستم من بهت نمیگفتم. برای اینکه مراد اونا رو به من بخشیده بود. همش رو میفهمی، همه ی اونا مال منه. زری تو زن ما نیستی. خیلی خوب هاشم. عصب تو این چیه بابا؟ چه جایی هم پنچر کرد؟
لعنتی. مثل یه باد کنک ترکید. مجبوریم فورا نوازش کنیم. جکش کجاست؟ از من میپرسی؟ داوات تو صندوق عقبشه. خب آره ممکنه. درش خفته. کارشو بکن جوان. بدش من. بگیر. هی بچه ها نگاه کنین، این دینامیت ها بیشتر از جک به دردمون میخوره. از من به شما نصیحت، رفقا بعد از این به هیچ صندوق عقبی اعتماد نکنین. چقدرم زیاده. نگه دار. برای چی؟ اردو پشت اون تپه هاست. من فکر میکنم اون دروغ میگه. به جون مادرم قسم میخورم که دروغ نمیگم. ممکنه راست بگم. شما همینجا منتظر باشین، من اون یه گشتی میزنیم و پر میکردیم. بیا ای تکس، مواظبش باش. دارمش. اون نارنجی هست. اون چادر سیاهه چی؟ همبار مهماته. اون زنها کیه؟ زنهای دهکدن که اسیر شده. داره خواه بزن بریم. مچ پام در رفت. فکر میکنی بتونی را بری؟ نه خیال نمی کنم بتونم. امتحانش ضرر نداره. بونش رو بایستا. مجبورم نکن بکشمت. بیمون چی شد؟ فرستادمش اون دنیا. از اردوگاه خبری نبود؟ چرا پشت همی تپست؟ وسایل رو بیارین تا یه نقشه حسابی بکشیم. بیاییم. نمیکردم اینقدر زیاد باشن. اگه بهمون حمله کنن کوچکترین اثری ازمون باقی نمیمونه. آره خیلی زیادن. اصل موضوع همینه. ما باید پیش دستی کنیم. با انفجار چطوری؟ عالیه. کی شروع میکنیم؟ درست بعد از 4 دقیقه و نیمه دیگه. تو زیادم زرنگ نیستی زری. آخرین باره که ازت میپرسم جواهرات کجاست؟ افراد من سابقه تو رو میدونن. Thank you.
صداتون در نیاد. اومدم نجاتتون بدم. مواظب باشین کسی متوجه نشه. یه حرکت بلند شو. زود بخش را بیا. یالله یالله. یالله حرف بزن. جواهرات کجاست؟ رازش چیه؟ مراد خبر از دستگیر شدن جواهراتش جایی مخفی میکنه و نقششو میذاره تو اون گردن. خیلی 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 خود ساکه. حالا نفر کجاست؟ پیداش کن، پیداش کن و گردن بنده ازش بگیر. مواظب به این باش. زندگی هممون رو عوض کنیم. طلاها، جواهرات، اونا نتیجه یه عمر راهزنی و غارت مرادی. خیلی ها به خاطر اون جواهرات کشته شدن. چرا نمیخوای بفهمی بارون؟ منظورت اینه که مراد هرچی دزدیده بوده قایم آره. کرده؟ همشو یه جایی زیر خاک چال کرده. فقط به کمک اون نقشه میشه جاشو پیدا کرد. و نظر این جریان رو نمیدونه؟ هیچ کس نمیدونه. فقط مادر مراد و من میدونیم. حالا متوجه شدی؟ تا به امروز من همیشه ترجیح دادم کارامو شخصا به تنهایی انجام بدم، ولی در این مورد به خصوص گذشت میکنم. گذشت یه تقسیم آدلانه. بیا بریم از بیا.
بیاین بیرون. چرا همه قایم شدین؟ پس کجا اونایی که دل شیر دارن؟ اصلحتو بده و تسلیم شو نظر. من آخرین رئیس راهزنای این کوهستان ها هستم. یه رئیس هیچ وقت تسلیم نمیشه. وقتی از طرف ارتش بیان و بپرسن کی دهکده در رو نجات داده، من باید بگم چه کسی در این پیروزی بیشتر سهم داشته. اونایی که در راه انجام وظیفه شهید شدن. خب بارون، مدارک و اسناد تو آوردی؟ بله بله، تمامش مهر و موم شده این توه. با امید دیدار بارون. متشکرم. خدا اون روزو نیاره. خدا حافظ جان. خدا حافظ، موفق باشی. با هم خوشبخت باشی. خدا حافظ مشکی. خدا حافظ. Thank you.